به نظر شما شیر قوی تره یا ببر؟ اگر یک مبارزه بین شیر و ببر بخواد انجام بشه، کدوم یکی شانس بیشتری برای بردن داره و لقب واقعی پادشاه جنگل رو میتونه داشته باشه؟ سلام و درود به همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه از کانال فکت مگ. امروز تو این ویدیو میخوایم ببینیم که شیر قوی تره یا ببر. فقط قبل از شروع این ویدیو خیلی ما رو خوشحال میکنید که لایک های خوشگلتون رو بکوبین پای ویدیو، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی منتشر میشه شما اونها رو ببینید. برای اینکه بفهمیم شیر قوی تره یا ببر، اول یک توضیحات کوچیکی راجع به هر دو تا اینها میدم و در مرحله بعدی اینها رو با هم مقایسه میکنم. ببرها از بزرگترین شکارچیان خشکی هستند و به ماشین کشتار طبیعت هم معروفند. اندازه و جثه ببرها معمولاً از شیر بزرگتره و ببرها موجوداتی منفرد هستند و به صورت تکی زندگی میکنند برخلاف شیرها. قدرت بینایی یک ببر بسیار قوی تر از انسانه، به طوری که در تاریکی ببرها میتونن تا 6 برابر بهتر از انسان ببینن. در حیات وحش بزرگترین زیرگونه گربه‌سانان ببر سیبری هست و به طور کلی بزرگتر از تمام گونه های گربه‌سانان مثل شیر آفریقایی هستش. یک ببر سیبری میتونه طولی به 3.5 متر، حتی در بعضی از موارد به 4 متر هم برسه و وزن اونها یک چیزی حدود 300 کیلوگرم هست. برخلاف وزن زیادشون میتونن سرعت بالایی رو داشته باشن و حدود 50 تا 60 کیلومتر بر ساعت سرعت دارن. ببرها میتونن به راحتی از درختها بالا برن و شناگرهای خوبی هم هستن. قابلیت پرش بلند رو دارن و میتونن به راحتی تا 5 متر به صورت عمودی بپرن. شیرها از شگفت‌انگیزترین و با ابهت‌ترین موجودات روی زمین هستند. شیرها برخلاف ببرها گربه‌های اجتماعی هستند و در دسته‌های گروهی زندگی می‌کنند و در گروه‌های زندگی می‌کنند که بهشون پراید میگن. هر پراید معمولاً از 2 تا 40 شیر رو شامل میشه و هر کدوم از این دسته‌ها معمولاً از 1 تا 4 شیر نر رو داره و بقیه ماده‌ها و طول شیرها هستند. و حالا نوبت به مقایسه بین شیر و ببر هست. جثه و اندازه یک ببر سیبری بزرگتر از شیر آفریقایی هست. طول یک ببر نر سیبری بالغ حدود 3.5 متر هست که البته گاهن تا 4 متر هم میرسه، در حالی که طول یک شیر نر آفریقایی حدوداً 2.5 متر هست. طول گربه سانان از نوک بینی تا انتهای دم هست و ببر معمولاً 1 متر بزرگتر از شیر هست. وزن یک شیر نر بالغ حدوداً 220 کیلوگرم هست، یعنی وزن اون بیشتر از 2 برابر از یک انسان ورزشکار هست. اما وزن یک ببر نر میتونه به 300 کیلوگرم برسه و از نظر جثه و هیکل یک ببر به طور کلی حدود 15 تا 20 درصد بزرگتر از یک شیر هست. قدرت فک و گاز گرفتن یک ببر قوی تر از یک شیر هست و این برای ببر یک برتری نسبی نسبت به شیر هست، چون میتونه راحت تر شکار بکنه. قدرت فک و گاز گرفتن یک شیر نر حدود 650 PSI هست و PSI واحد اندازه‌گیری فشار بر هر اینچ مربع هست و دندونهای نیش یک شیر میتونه به 7 سانتی متر برسه. شیرها به صورت گروهی شکار می کنند و بیشتر بر روی قدرت بدنی خودشون برای گرفتن و کشتن طعمه استفاده می کنند تا سرعت، چون شیرها سرعت زیادی در مقایسه با دیگر گربه‌سانان مثل یوزپلنگ ندارند. پس قدرت فک یک شیر 650 PSI هست، اما با این وجود قدرت فک ببر بسیار قوی تر از شیره. فکر می کنید چقدر قوی تر؟ و قدرت فک و گاز گرفتن یک ببر 1050 PSI هست، یعنی 1.6 برابر بیشتر و قدرتمندتر از فک یک شیر، که این یک مزیت دیگه برای ببرها به حساب میاد.
علاوه بر قوی تر بودن قدرت فک برپا، یه نکته دیگه هم هست که اونها را قدرتمندتر میکنه. دندانهای نیش. دندونهای نیش یک ببر حدود 10 سانتی متره، در حالی که دندون نیش یک شیر حدوداً 7 سانته و این یعنی 3 سانتی متر بلندتر. این دندونهای نیش بلندتر به ببرها کمک میکنه که دندونهای نیش خودشون رو عمیق‌تر در بدن قربانی فرو بکنن و جراحت بیشتری به اون بزنن و سریع‌تر کشته میشه. قدرت عضلانی یک ببر از شیر بیشتره، چون ببرها عضله بیشتری نسبت به شیرها دارن. بدن ببرها رو حدود 70% عضله تشکیل میده، این در حالی هستش که بدن شیر حدود 60% عضله داره و ببرها توی قدرت عضلانی یک چیزی حدود 10% از شیرها قوی ترن. قدرت عضلانی بیشتر ببرها به اونها کمک میکنه که سریع تر از شیرها باشن و وقتی نوبت به پنجه زدن میرسه، ببر مثل یه بوکسور عمل میکنه، چون عضلات بیشتری داره و سریعتر میتونه از پنجه هاش استفاده بکنه. و از اون طرف شیرها هم برای ضربه زدن از پنجه های خودشون استفاده میکنن، اما قطعا به چابکی و سریع ببرها نیستن و این عضلات بیشتر به ببرها کمک میکنه که بتونن پرش های بلندی رو انجام بدن. ببرها میتونن حتی به صورت عمودی تا 5 متر بپرن و به راحتی میتونن برخلاف شیرها از درخت ها بالا برن. و در کل ببرها نسبت به شیرها بدنی ورزیده تر و چابکتر دارن به خاطر عضلات بیشتر. در کار گروهی شیرها برخلاف ببرها خیلی بهتر عمل می کنن، چون شیرها برخلاف ببرها در دسته های گروهی زندگی می کنن و این دسته ها پراید نام داره و به صورت گروهی شکار می کنن. جالبه که بدونید وظیفه شکار کردن در گله شیرها وظیفه شیرهای ماده هست، نه شیر نر. البته این به این معنی نیست که شکار گروهی شیرها فقط به عهده ماده ها هست. گاهن پیش میاد که نرها هم شکار میکنن، اما وظیفه اصلی شیرهای نر محافظت از قلمرو و سرزمین شیرهاست. برخلاف شیرها، ببرها موجوداتی منزوی و گوشه‌گیرن و اغلب تنها زندگی میکنن و کار گروهی برای ببرها معنی خاصی نمیده. شیر و ببر در شکار کردن تقریبا شانس برابری دارند. شیرها به کمک گروه خودشون حمله میکنن و شکار رو از پا در میارن و یکی از عوامل موفقیتشون تو شکار همین گروهی بودنه که باعث میشه حیوانات بزرگی مثل بوفالو رو شکار بکنن. اما از اون سر داستان، ببرها تنهایی شکار میکنن و یکی از عوامل موفقیت ببرها در شکار چابک بودن و سریع بودنشونه. آرواره های قدرتمند و دندون های نیش بزرگ و پنجه های قویشونه که براحتی شکارهای خودشون رو از پا در میارن. ببرها و شیرها قدرت بینایی فوق‌العاده بالایی رو دارن و اونها میتونن در شب حدود 6 تا 8 برابر بهتر از یک انسان ببینن و در کل بینایی شبانه اونها واقعاً فوق‌العاده هست و گربه های بزرگ مثل شیر و ببر در مقایسه با انسان‌ها نسبت به نور حساس‌ترند، چون اونها سلول‌های میله‌ای بیشتری در چشماشون دارن و میتونن دید خیلی خوبی در شب داشته باشن و به همین دلیل خیلی از شکارهاشون رو در شب انجام میدن. اگر تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی ما منتشر میشه شما اونها رو ببینید، که این کار بهترین حمایت شما از ما هست. و مورد آخر هوش هست که باز هم ببر امتیاز بیشتری میگیره. یک تیم جانورشناس از دانشگاه آکسفورد حفره مغزی هر دو جانور رو مقایسه کردن و متوجه شدن که ببرها 16% مغزشون بزرگتر از شیرها هست و مغز بزرگتر یعنی هوش بیشتر، چون از نظر تکاملی معمولاً اندازه مغز با هوش مرتبط هستش. و در آخر برنده این مقایسه ببر هست. ببرها به طور کلی برتری های نسبی دارن به شیر، اما باز هم به طور کلی نمیشه گفت که ببرها همیشه در نبرد با شیر پیروز میشن و یکی از برتری های شیر نسبت به ببر داشتن یال هست.
یال شیر باعث میشه که حریف نتونه به راحتی به گردن و شریان خون شیر دسترسی داشته باشه و اون رو از ناحیه گردن زخمی بکنه، چیزی که ببر نداره و یک نقطه مثبت برای شیر حساب میشه. بیشترین درگیری های بین شیرها و ببرها در اسارت بوده و یکی از معروفترین درگیری ها بین شیر و ببر در باغ وحشی در آنکارای ترکیه بود که در سال 2010 رخ داد، که یک ببر به شکل اتفاقی وارد قفس شیرها میشه و یک شیر رو از ناحیه گردن مجروح میکنه و شیر به دلیل خونریزی رگ گردن به خاطر دندونهای تیز ببر کشته میشه. البته این مبارزه در اسارت بوده و شاید اگر مبارزه بین شیر و ببر در طبیعت بود نتیجه چیز دیگه ای میشد. حالا با توجه به ویژگی هایی که از هر دو حیوان دیدین، به نظرتون کدومی که میتونه شانس بیشتری برای بردن و شکست دادن حریف داشته باشه؟ شیر آفریقایی یا ببر سیبری؟ طبیعتاً با ویژگی ها و توانایی هایی که یک ببر سیبری داره، شانس بیشتری برای کشتن و شکست دادن شیر داره. اما باز هم ممکنه نتیجه چیز دیگری باشه. نظر شما چیه؟ ببر پیروز میشه یا شیر؟ و بنا به خیلی از مستندات تاریخی، در درگیری بین شیر و ببر، ببرها هم در موارد زیادی از شیرها شکست خوردن. چون شیرها از بدو تولد موجوداتی جنگنده و جنگجو هستند و یک شیر نر فوق‌العاده در مقابل دشمنان خودش سخت و خشن میشه و شکست دادن اون کار آسونی نیست. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی منتشر میشه شما اونها رو ببینید. و البته این بهترین حمایت شما از ما هست. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.